هرچند مطابق کتاب اشعیا و کتابهایی که در عهد عتیق هستش، عیسی مسیح به عنوان ماشیه هست و اشعیا 53 اعلام میکنه او بعد گناهان بشریت روی زمین خواهد آمد و قربانی گناهان بشریت خواهد شد تا هر کس که به او ایمان میآورد نجات پیدا کنه و هر کس که به او ایمان میاره مسلماً از بدیها، کینه‌ها، غرورها، دشمنی‌ها، خرافه‌ها، لعنت‌ها، ترس‌ها، نگرانی‌ها و گناهان عبور خواهد کرد. و امروز جشن ما این است. ما اینجا هستیم که تا جشن بگیریم. جشنی که به ما این پیام رو میده. ما از تمام رنج‌ها عبور کردیم. آمین. چرا اجازه میدی ضعف جسمت، کمبود موقعیت مالیت، کمی دیر شدن اقامت و این سرزمین که خیلی ها دارن نمیدونن باهاش چه کار بکنن تو رو آزاده کنه و از این موضوع به این مهمی دور بیافتیم و بعد از این نیست دیگه لازم نیست ما قربانی بدیم، ما دیگه هیچ قربانی قرار نیست بدیم. قربانی اصلی رو مسیح داد، نه تنها برای گناهان ما بلکه برای اون چیزهایی که امروز تو رو آزرده دل کرده، تو رو میترسونه، تو رو نگران کرده. در کتاب عبرانیان نویسنده 9:28 اعلام میکنه همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او میباشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. گواهی رو دیروز شنیدم که قرار بود امروز با ما باشه، متاسفانه میبینم نیستش. خواهرم مریم رو همه میشناسید. خواهر مریم دیروز زنی که نمیشناخته وقتی که باش داشته برای اینکه بتونه او رو آرایش کنه ازش گواهی میشنوه، بهش میگه چرا ما قبلین هستیم، میگه چند وقت پیش مادر من فوت کرده به خاطر همین دقیقا در دلم هست. خواهر مریم شروع میکنه از مسیح و محبت مسیح براش گفتن، گفته من مسیح رو میشناسم، مسیح من رو زنده کرده. میگه مسیح تو رو زنده کرده؟ میگه چجوری؟ میگه چند سال پیش من به خاطر آسم شدیدی که داشتم میمیرم، وقتی میمیرم حالا توی رویا بوده ایشون روحش حقیقتا اینجور که دیده من دارم اعلام میکنم، قرار بود امروز با ما باشه و این گواهی رو بدهیزن. میگه وقتی من میمیرم روح من میبینه افرادی که بالای سر قبر من هستن و دارن گریه زاری میکنن و یه شخصی اومد من گفت با هیچ کس تو نباید صحبت کنی، فقط و فقط بچه هایی که تازه مردن با اونها میتونی تو صحبت کنی، بشین سر قبرت، سر خاک خودت تا فرشته ها بیان تو رو ببرن. میگه وقتی من نشستم یک باره دم یه نوری اومد و اون نور اونقدر نزدیک من شد دیدم عیسی مسیح است و میگه من هم موقع زانو زدم و گریه کردم و شروع کردم مسیح رو پرستیدم، کسی که نه انجیل رو خونده نه بشارت کسی بهش داده. میگه وقتی که شروع کردم پرستیدن دست منو گرفت منو بلند کرد، گفت جمعیتی داشتن میرفتن و یه صلیب بزرگ هم باشون بود، به من گفت دنبال اینها برو و برو اون کلیسا. ایشون تا به امروز هیچ کلیسایی نرفته، قرار بود امروز بیاد پیش ما، نمیدونم چه علتی نتوانستش بیاد. اما زمانی که من و شما تحقیق میکنیم بشارت میگیریم داله بر فکر و ذهن ما هستش که بر اثر آنچه که شنیدیم ما ایمان آوردیم. اما مسیح کارهای عجیبی رو انجام میده تا این حقیقت بر دل ما باشه، تا مبادا فراموش کنیم کار مسیح، تا مبادا بگیم فلانی اینقدر تحقیق کرد به اون نتیجه رسید. همچون خود من که در زمان خودکشی قاسم خودکشی کنم، گفتم خدایا حقیقت تو چیه و من مسیح رو ملاقات کردم و نه انجیل خونده بودم و نه کسی به من بشارت داده بود. خدا داره کار میکنه. وای بر ما اگر روی زمین بیکار باشیم، بیکار نباشیم. دوست و همسایه خودتو بشارت بدیم.